سلام، اومدم ملکان پیش مامان. سلام. سلام. و توی مدت خیلی ها در مورد اینکه شما چرا نمیترسید، شما چرا از ایران نمیری، شما چرا نمیگیرنه و خیلی از این مسئله صحبت کردن. من گفتم که توی این شرایط یه ویدیو ضبط کنم، هم میشه جواب راحت تری داد، هم جواب ها فکر کنم ملموس تره. من یادمه که مامان موقعی که من بازداشت بودم چندین بار بهش گفته بودن که در مورد این که پسر زودتر از زندان بیاد بیرون عفو بنویس، و مامانم جزی کسایی بود که به شدت پافشاری کرده بود و حتی موقع گفته بود که اگر عفو بنویسی، یعنی به من گفت نه گفتن عفو بنویس، من گفتم من شیرم حلال نمی کنم ولی من پسرم میشه، مثلا اون شیر من خورده، هیچ وقت عفو نمی نویسه، قبول نمی کنه. من حسینی میشناسم، اون پسر منه، شیر منو خورده. خلاصه در مورد اینکه چرا از ایران نمیرید، یا حالا موقع دادستانی بهش به مامان گفته بودن که پسرت ممکن از ایران فرار کنه و مامان جواب داده بود که گفتم نه، اون کسی چه فرار میکنه از ایران بره شما هستیم، پسر من کار نکرده چه فرار کنه بره، دزدی کرده، غارت کرده، اختلاس کرده، آدم کشته، ولی اون کسی چی بره باید شما هستین. برگشت به من گفت آقای خدا بخش، گفت نه اونا چه دزدی کردن عرضه دارن، دزدی کردن. گفتم آقای خدا بخش هیچ وقت این حرفتون یادم نمیره، به همه جا میگم به خدا حق درست گفتین، شما ایران غارت کردین، شما اختلاس کردن، اینا اونا اختلاس کردن، باید پسر من توان مردم توان پس بده، پسر من توان پس بده. اگر بخوام بگم چرا از ایران نمیرم یا چرا ایران موندم، به خاطر اینه که ترسی از این شرایط حاکم نیست و ما کاری نکردیم، ما دزدی نکردیم، ما آدم نکشتیم. دغدغه‌مون این بوده که ایران وضعیتش خوب بشه از این شرایطی که حکومت توش به وجود آورده، و هر اعتراضی رو، هر نقدی رو، هر مخالفی رو سرکوب میکنه، بازداشت میکنه، زندان میکنه، شکنجه میکنه، میکشه تو خیابون، جلوش بیستیم و هیچ کدوم از اینا ترس نداره. یک جایی باید این ترس رو پشت سر بذاریم، یک جایی باید کنار بذاریم و برای حق و حقوقی که داریم، برای زندگیی که تو آینده باید داشته باشیم و همین الانش از ما دریغ شده بجنگیم. و توی این مسیر خب طبعا پدر مادر من خیلی همراه هم بودن، خیلی کمک کردن، خیلی همزبون بودن، خیلی همدل بودن و خیلی جا صداشون رو بلند کردن، ساکت نشستن. و مهم اینه که من الان مادرم هم میخوام بگه که وقتی کسی بازداشت میشه یا کسی اتفاقی براش میفته، شما سکوت نکنید، یعنی اعتراض کنید، چون وقتی سکوت میکنید همین سکوت منتهی به سرکوب بیشتر میشه. و چرا نباید سکوت کنن؟ نه سکوت نمیکنن، چون دو تا پسر منو بردن، دو تاشون هم زدن، داغون کردن، پسر بزرگم هر روز جلوی چشمم من عذاب میکشم. من گفتم هیچ وقت این حکومت جمهوری اسلامی نمیبخشم، چرا باید پسر دو تا پسر منو زدن، پسر بزرگم اونجور داغون کردم، به خدا مامورا چه اونو بردن رفتن تهران، رفتم اونجا زندان، گفتن چه به خدا خانم موسوی ما نزدیم، از تبریز زدن دادم به دست ما، تمام تیچه پارش نگرده بودن. گفتم ببین پسر من چه گناهی کرده بود اونجوری زدن، دو تا پسرم ببین اینجوری، این یه چه کلیهشون از دست داده، اونجوری شکنجه کردن، پسر بزرگم واقعا خیلی اذیت کردن، ولی حسینم چونجوری همه میدونم مونده زندان، ولی دیگه این خانواده های اونجوری عذاب میدن، بچه هاشونو میکشن، زندانی میکنن، اینجوری شکنجه میکنم، به خدا من هر روز از اونا بدتر دلم میسوزه. ایران وطن ماست، ما از حکومت هم نمیترسیم و از هیچ کس هم نمیترسیم. ما
ما کاری نکردیم، دزدی نکردیم. ما در کشورمون خواهیم موند و کشورمون زندگی خواهیم کرد. پسر منو بعض موقع تهدید میکنن یا اینکه میزنن یا مشکلات به وجود میارن، من به اونا تذکر میدم بدانن که حسین تنها نیست. بنده از پسرم حمایت خواهم کرد. اونایی که سوء استفاده میکنن، پسر من اذیت میکنن، بعض موقع تهدید میکنن یا مشکلات ایجاد میکنن، برای اونا تذکر میدم به قانون احترام بگذارین و وظیفه خودتون را بدانین. الان گفتن که باید همه بچه به دنیا میآورن. اینه میگم چه ببین چیکار کنم، بچه دنیا میآورم ببینم ببرین بکشین، ببرین زندانی کنین، شکنجه کنین، یا اونایی چی کشتن جای اونا رو پر کنین، یا بسیجی چم آوردن. چند روز قبل هم اینو گفتم. نه شما چیکار میکنین؟ شما از ایران برین، نمیتونین حکومت کنین. چرا مردم رو اذیت میکنین؟ مگر ایران مال شماست؟ ایران فروختون، ویران کردین، مثلا داغون کردین، هیچی نمونده ایران. همه دریاها رو خشک کردین، الان هم داره همه درختای آذربایجان هم خشک میشه. مشکلاتی که به وجود اومده، مشکلات سیاسی، امنیتی، مشکلات اقتصادی، حکومت به وجود آورده، مردم به وجود نآوردن. کسانی میگویند که اونایی که دوست ندارن از ایران برن. ما ایران رفتنی نیستیم. اونا که میگوین از ایران برن، اونا میتوانن از ایران برن و ایران را ترک کنن، نه اینکه پول نفت ایران، ملت ایران را هزینه کنن، فرزندانشون در اروپا، امریکا زندگی کنن، برای مرگ بر امریکا بگن ولی فرزندانشون در امریکا زندگی کنن. فرزندانتون را برگردونن به ایران. این چوش شد مملکت نگه داشتن؟ نه شما نمیتونید ایران مواظب ایران باشین، مردم باشین، باید هم از دست بردارین، از سر مردم دست بردارین. نه ایران ول کنیم بریم. چرا به مردم میگیم بریم؟ من نمیذارم پسرم بده، مردم هم نباید بره. شما از ایران بریم بیرون. ملت ایران عزمی نمایم نترسن، اعتراض کنن، بگوین. چرا باید بترسم؟ من از هیچی نمیترسم. یه روز خواهم مرد، یا الان بمیرم یا 5 سال دیگر، من حرفم را خواهم زد. به جز مفت خوردن نشستن کار دیگه بلد نیستین. مردم رو کشتن، زندانی کردن، شکنجه دادن، اعدام کردن، کار دیگه بلد نیستین. من دستبردار نیستم، چون پسر بزرگم هر جون جلوی چشمم عذاب میده به من. اون مادرها چه بچه هاشون رو کشتن، اونا هم مثل من، چه من پسرام بچه ها میبینم، اونا مثل من، من به خدا از طرف اونا خیلی عذاب میکشم. گفتنی ها رو دیگه مامانم گفت، کلن به اثر این بود که نباید ترسید، چون ما جایی برای ترس زندگی همه رو خراب کردن اینا دارم. جایی برای ترس مردم را بدبخت کرده. به این دلیل که آینده‌ای که با این شرایط برای همه اتفاق خواهد افتاد، آینده سیاهیه و ما گفتم خلافی نمی کنیم، دزدی نمی کنیم یا قتلی انجام نمی دیم، آدم نمی کشیم، آدم زندانی نمی کنیم، توی این همه فساد شریک نیستیم که بترسیم. و اساساً کسی مثل من که زندان هم رفته به خاطر اینه که بتونه حرفشو بزنه. ما اگر زندان بریم و بعد از ایران خارج بشیم بریم، اساسا اون زندان رفتن به نظر من بیهوده بوده و اینها حرفایی نیست که بعد از زندان زده باشیم. قبلش هم زدیم و همچنان هم خواهیم زد و تک تک مردم ایران هم باید همین کارو بکنن، چون ترس سرچشمش جهله و جهل رو باید پس زد، با آگاهی انتخاب کرد، با آگاهی ایستاد و برای آینده بهتر تلاش کرد، جنگید تا بلکه ایرانی آزاد رو بتونیم همه